قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او کما قال عليه السلام والسلام عرض سلام دارم خدمت بینندگان برنامه افتار خرسند و خوشحال هستیم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم تا عبادات همگان به پیشگاه حضرت حق قبول و منظور بوده باشه و امروز هم به فضل و احسان و و مرحمت الله متعال یک روزی دیگری از روزهای ماه مبارک رمضان را هم در آستانه ختم و پایان یافتنش قرار داره امیدوار هستم که انشالله روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کنیم اخلاق یکی از عالیترین، زبده ترین و ارزشمندترین مفاهیم انسانی در عالمی بشریت است اخلاق است که می تواند انسان را از دیگر موجودات متمایز بخشد فضائل و ارزشهای های اخلاقی در انسان باعث و سبب می شه که نور ایمان در قلب انسان بتابد بحث امروز ما هم پرامون همین مسائل و موضوعات است پرامون چگونگی چگونه اخلاق زیستن و اخلاق مدار بودن ان شاء صحبت میکنیم در خدمت جناب بسیر صاحب هستیم و نویسنده بسیر صاحب خوش آمدین بسیار زیاد تشکر میکنم از شما و همچنان صادق جان خوش آمدی سلامت باشه خوب بسیر صاحب به اتفاق شما قبل از اینکه به بحث بپردازیم اگر موافق باشین که صادق جان قاری حافظ قرآن کریم هستن نام خدا با این سن سال خردشان عشان. یک چند آیتی از قرآن کریم تلاوت بکنه با تلاوت صادق جان بحث و برنامه را ما آغاز میکنیم صادق جان میشنویم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان What's the ماشاءالله نام خدا نام خدا صادق جان چند سال هستی؟ یازده یازده ساله خب، چند سپاره قرآن کریمه یفز کردی یا همه قرآن کریمه یفز کردی یا آیاتی را که تلاوت کردی یفز کردی چطور؟ آیاتی شاید کردی؟ بسیار خوب مکتب هم میری؟ بله سنفی چندی مکتب هستی؟ شش نام خدا در سنفی چند نمره هستی؟ <laughs> نام خدا نام خدا یعنی نام خدا خوب هم حافظ قرآن کریم میشه و هم مکتب خلاص میکنه آرزوی چی از صادق جان که کلان شدی به خیر مکتب خلاص کردی با دانشگاه رفتی چی شوی به خیر آرزوی می که حفظ قرآن کریم خلاص در کنار قرآن کریم باز چی میشه انجینر میشی دکتر میشی چی میشی هم قرآن کریم حفظ کنم کافی است بسیار زیبا بسیار خوب خب صادق جان آیاتی از قرآن کریم تلاوت کردند که بسیار زیبا و همچنان مهمان عزیز و گرامی دیگری هم داریم که در استودیو با ما تشریف میارند تا لحظاتی بعد در خدمتشان هستیم قارس منصور در استودیو با ما تشریف دارند که قارس منصور هم ترانه میخورن و هم آفیز قرآن کریم هستند قبل خب از اینکه به ترانه و به بحث قاریس بریم قاریس منصور بسیر سه پیشتر صحبت کردیم که بحث اخلاق یکی از بحث ها یا مفاهیم بسیار ارزشمند و بلند انسانی است که پیرامون اخلاق مکاتب بشری و همچنان ادیان آسمانی مفاهیم و ارزش های زیادی را ارائه دادند می که در مورد اخلاق یا چگونه انسان باید اخلاق گونه زندگی کنه در آغاز بس اگر اخلاق یک تعریف کنیم که اخلاق چی است و چی چیزی اخلاق گفته میشه. بسیار بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو نام کهی کنم باز عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قارس محترم و همچنان بینندگان محترم برنامه افتار تلویزیون نور امیدوارم هر جایی که هستند در ای ایام مبارک رمضان خوش و آرام باشند و لحظاتشان پر از معنویت و نورانی مشالله. خب قسمی که پیشتر شما در مقدمه هم اشاره داشتین قبل از اینکه برسیم به اونجاها اول اخلاق جمع در لغت جمع خلق است و به معنی خوی و در اصطلاح هم به مجموع صفات روحی و باطنی انسان ها گفته میشه این در معنی لغوی و اصطلاحیش و البته علم اخلاق که است باز علمی است که از صفات و ملکات و آثار و پیامدهای از او بحث میکنند خب باز ما یک بحثی که بیشتر امروز قرار است سری از او گپ بزنیم بیشتر جنبه های فلسفی اخلاق است چون این موارد علم اخلاق و از فضائل و رضایل اخلاقی از آثار و پیامدهایشان بیشتر ما در جامعه ما شما شنیدیم بله، بله، و گفته بله، شده بله. متاسفانه بگویم چیزی که کمتر به او توجه و عنایت شده <applause> مسئله امیقتر و بحث های تیوری که بوده که انشالله در لابل <applause> برنامه بس میکنیم مثلا فضایل اخلاقی، ارزش اخلاقی در کل و همچنان باز ایدهی بیشتر از این پا قلم فراتر میرن قلم روی اخلاق بسیار بحث شای علمی تر و گستر تر میکنه که میگن فلسفه اخلاق همین فلسفه اخلاق به بچه بچی پردازه و بچی مفاهیم و ارزش های به اخلاق نگاه میکنه دقیقا خب فلسفه اخلاق قسمه که از نامش پیداست اگر بسیار ساده یک تعریف و مفهومی از او داشته باشیم هرگاه مسائل اخلاقی را در موردش بحث فلسفی صورت بگیره میشه فلسفه اخلاقی آها. و بیشتر در فلسفه اخلاق بیشتر به این پرداخته میشه که چگونه خوب خوب است چرا یک کار ما خوب میگیم اه. چرا یک کار از زشت میگیم چرا میگیم که باید ها داریم چرا نباید نه. ها داریم و این خوب میارش چی بوده منشه از چی بوده اه. میاری حسن و قبی اعمال و افعال چیست بیشتر موضوعاتی است که در فلسفه اخلاق به او پرداخته میشه و در یک دستبندی که بیشتر جمهوری علمای علم اخلاق و فلسفه اخلاق به با او باورمند هستند فلسفه اخلاق از سه بخش و عمده تشکیل شده یکی بحث اخلاق هنجاری است یکی هم بحث اخلاق کاربردی هست و یکی هم بحث فرا اخلاق کی دسته مو دسته های کلی علم فلسفه اخلاق است البته به هر کدامش پرداختن بسیار فکر کنیم دشوار باشه ظرفیتش نیست یک بحث طولانی است و یک بحث چون بحث فلسفه معمولا یک بحث های پیچیده و با رنج و درنگ حال خشک است باز خسته کن تمام نشه باید چند جلد کتاب در بر بگیره بلد. و چون بحث معمولا بحث های خشک تر است کوشش میکنیم که با مثال یا یک کمی بیشتر بپردازیم بحث اخلاق هنجاری بله. یا اخلاق تجویزی هم برش میگن این ای بیشتر بحثش ایست که چرا مثلا درست میگیم ما اگر درست درست امه. هست چرا درست هست امه. یا خوب خوب است چرا خوب است بد بد است چرا بد, چرا هست؟ بد هست بعد. بله امه. و این چیزی که متاسفانه تا جایی که من دیدم تا جایی که با دوستا و جامعه خود را دیدم کمتر با او پرداخته شده بیشتر مثلا اگر ما میگیم دروغگویی کاری زشت است فقط این مفهوم و این فضیلت را رزیلت را میشناسیم اما ای که چرا دروغگویی بد است به این جنبش کمتر توجه شده یا خود را به فکر در او عرصه نمیاندازیم نمی یا مثلا راستگویی وفا به عهد ایثار شجاعت یا سایر فضیلت های اخلاقی که خوب هستن چرا خوب هستند و این خوبی از اینا از کجا آمده اگر این تعریف شده بر اساس چی بوده خب بعدش در این اخلاق هنجاری مکاتیب یا نظریه های بسیار مختلف اخلاقی صورت گرفته ایره تبیین کردن و بیان کردن چون تعداد زیاد است به همش نمیپردازیم دو نظریه بسیار و بسیار عمده در این عرصه وجود دارد در فل... بحث اخلاق هنجاری و اخلاق تجویزی مده. یکی مکاتب مکتب غایت گراها و نتیجه گراه هست و یکی هم مکتب وظیفه گراه که هر کدامی از این باز نظر نز... بسیار بزرگی در این عرصه نظریه پردازی کردن و همش نمی پردازیم به امو اصحاره و امو لب و لبا و اگه اگر بپردازیم چون امی بس یک رقم روشندتر شود باز کمک ما میکنه در بحث های بعدی در حرف های بعدی ما خب غایتگراه ها و نتیجه, نتیجه گراه ها چنان که از نامشان پیدا هستن اینا میگه یک عمل زمانی اخلاقی است یا یک فعل زمانی اخلاقی است که پیامد نتیجه و غایت اخلاقی داشته باشد. فارغ از ای که فی نفسه و در ذاتش اخلاقی هست یا نیست پیامد، آثار، نتایج و پیایند و غایت نهایی از او باید یک اخلاقی, اخلاقی باشد در او صورت است که ما او را اخلاقی میگیم بحث وزیفگراه ها تقریبا میگیم در مقابل از اینا قرار داده اونا میگن که که امده ترین نماینده ای مکتب را میشه که کانت را فیلسوف کانت را بگویم او میگه که هر عمل اعمال مگه در نفسشان در ذاتشان خوب دارن فارغ از این که نتایج و پیامت های از اونها اخلاقی است یا نیست و این میگه که انسان مگه شعور و عقل داره و بر اساس و امی, و امی هم انسان را از حیوان متمایز میسازه بناهن انسان میتونه که درک کنه تشخیص کنه که چی خوب است و, و چی, چی بد است بد هست. Mm. و بر اساسی از او باز وظیفه انسان هست mm -hmm. به این معنی انسان وظیفه انسان است که افعال خوب را اخلاقی را انجام بده و غیر اخلاقی را انجام نده mm -hmm. خب این یک بحثش این مسئله عزیز که میگه انسان به اساسی وظیفش عمل کنه mm -hmm. مثلا میگه که راستگویی به خاطر از این راست ما نگویم که مثلا ما را در جامعه بگویند که آدم صادق آدم صادق و, و راستگو است و بازی یک باعث شهرت شوه شهرت شوه و موقف اجتماعی ما بالا بره مگر راستگویی را به خاطر که وظیفه تو هست انجام بده این راستی را به خاطر که فی نفسی خوب است انجام بده. باید انجام بله باز بله. چند موضوع دیگه هم هست ده او مگه که انگیزه هم باز در از این میگه انگیزه هم مهم است تنها کافی نیست و این در آموزه های دینی ما شما بسیار تاکید شده که این نمال اعمال و باید انگیزه مثبت و اخلاق مدار در قبال انجام یک عمل داشته باشی تا او را اخلاقی انجام بده حتی اگر بر حسبی وظیفه هم انجام بودی اگر انگیزه اخلاقی نداشته باشی باز هم عمل تو اخلاقی نیست و یک مثال اگر بزنیم فرض بگیریم که در یک جای کامراهای های دوربین ها نصف است یک پولی در اوجا انداخته شده از کسی بود افتیده در یک بانک فرض بگیریم مثلا من این پول را میگیرم و میبرم یک مکس میکنم بازی را میبرم و با بانک تحویل میکنم که را به صاحبش بده ظاهرا کاری ما اینجا اخلاقی است تا اینجا کار به تمام کسایی که میبینن چون اونو از نیت و انگیزه ای ما خبر ندارن این کار ما اخلاقی به نظر میرسن اما انگیزه ای ما چی بوده؟ اول فکر کردم که خوب امیره بگیرم بعدش گفتم که اگر ایره بگیرم خوب و کمره امنیتی خوب ما را تشخیص میده چی بهتر که بیا بیا از او خوب گرفتن نمیشه بیا پس امیجا تحویل بتیم که به سای اصلش بیا اینجاست که انگیزه ای ما بیشتر از این که به خاطر ای که یا دزدی یا اینکه که مال کسی را گرفتن در نفسش کاری زشت است با او انگیزه نبوده پیامد با انگیز... شدیده آه پیامت شدیده و انگیزه شی بوده که آه بله اگر من این کار را بکنم مرا میبینن پس دوباره میگیرن بینن این کار از دید مکتب وظیفه گراها چون با انگیزه غیر اخلاقی صورت گرفته یک عمل اخلاقی نیست با یک مو... موضوعات دیگری هم مطرح میکنند اما یک موضوع بسیار مفهوم دیگر هم که مطرح میشه در این مکتب مهم. همین شمی کنم بگذریم و او ایست که میگه که انسانها را بر اساس انسان بودنشان و بر اساس عزت نفسشان باید مورد توجه قرار بتی و با اونا رفتار کنی نه به عنوان ابزار و وسیله بسارخ. هر هرگاه به عنوان ابزار و وسیله مم. با انسان رفتار مم. کردی تو در واقع یک عمل غیر اخلاقی را انجام دادی و تو انسانیت از او زیر پرسش بردی رو یک موضوع دیگه شم که اشاره کنیم بعد تکمیل کنیم چون بس, بس ها بیشتر هست مم. یک موضوع دیگه شم که باورمنده به با این نظر... نظریه یا این مکتب یا اندیشمندانش میگن که هرگاه یک فعل باید تعمیم بتیم عمومیت ببخشیم هرگو با او با تناقض مواجه نشه باز او فعل اخلاقی است <applause> مثلا فرض به این بگیریم که اگر دروغگویی اگر دروغگویی را تعمیم ببخشیم دیگر نظم ما از هم میپاشه فرض به این بگیریم که تمام افرادی که در این جامعه هستند دروغ گفته برن <applause> این امو <با> تناقض نماست <applause> چرا که با باز ممکن نیست احتمال زندگی دیگه صفر میشه نظم از هم میپاشه همه ما به شما دروغ شما با کسی دیگری کسی دیگر با کسی دیگر دیگر هیچ نظم نظم و شیرازه و همه باید. چیز از بین میره یا وفا به عهد با. یک فضیلت اخلاقی است اگر وفا به عهد صورت نگیره به عنوان تعهد شکنی به عنوان یک موضوع غیر اخلاقی یا یک پدیده غیر اخلاقی یا یک رزیلت اخلاقی شناخته نشه باز هی باز هم نظم جامعه به هم میپاشه تمام عقود که از بر اساس تعهدات صورت میگیره و او تعهدات میره. که بلد. از بین رفت حتی همه تعهدی که در عقود مالی و غیر مالی که ببینی ازدواج تا همه بر اساس وفا به عهد و تعهد صورت گرفته هرگو اگه این تعهد شکنی رد ما و شما تعمیم ببخشیم حقوق انسان ها به علاوه از او چیز دیگری از نام جامعه وجود نخواهد داشت شیرازه اجتماع از هم میپوشد دقیقا بسیار خوب بسیار به بحث بسیار علمی و دقیق اشاره کردیم باز یک پرسش دیگه هم دارم در بحث نصبیت اخلاق از همی خلال بحث مطرح میکنم اگر موافق باشین که جناب قاریس منصور یک نعت زیبا یا یک ترانه برمان بخوانن که باز همی بحث ما را هم یک مقدار زیاد چیز نشه متنوع, متنوع شوه و زیاد تک بحثی نشه باز ان به صحبت های شما برمیگردیم قاریز بزرگوار در خدمت هستیم ند میخوانی بر ترانه میخوانی ما در خدمت هستیم یک پنج دقیقه شما ما در بسیار زیبا از حضرت آقا می پنج دقیقه یا رسول الله با درگاهت پناه آجز و شرمنده روی سیاه ورده ایم. باری موره پشتم شکست یا نبی بر درت این بار با پشت دوتا تا از ندامت های اسیان دم بدم شام و سعر جان نالان و دل پر درد آوردیم ای امید درد مندان ریش دلان نامی خود را به مشر پرگنا آوردیم چشم رحمت بر یا موی سفیدم را نگر در عوای مسیح دمری تبارده ایم این نمیگویم کی که هستم سال در تو از گمراه و کنون رو پر رو آوردم توبه کردم بر گناهان توبه را کن قبول از خجالت هر زمان روی چوکا آی سرد و رنگ و زرد چشم تراسی هستن این همه بر دویش قد گواردن مصطفی را هزار موجزه بود که به مردم نمود مقیم بیترین و هزار موجزه ادب و خلق نیکوی عظیم کلیمی که چرخی فلکتور وست اما نور عوض پرتوی نور وست خدا یا در آن گور بی با مدر زسو خطای ما در گذر ای ما بدانی روزگاریم ولیکن این کویان را دوست داریم بنامت ختم سازم این مناجات که میدانم خدای توی قاضی الاجات بسیار زیبا بسیار زیبا قارس ب... نت شریف از کی بود؟ کی سروده بود اینا؟ یک عارف خدا نام حسن مبارک است خب. اونها علم امی خدای علومه دینی را خونده بودن باز به شعر شاعری اونها پرداخته <متصفح> زنده هستند بس اونها بسیار وقت قدیم است که وفات کردند مبارک <متصفح> بسیار خوب بسیار خوب بصیر سب به قاریز باز بر میگردیم از شما پرسش را مطرح کنم که پیشتر به دو تا مکتب اخلاقی اشاره کردیم که یکی غایت گرایان هستند و دیگر هم وظیفه گرایان هستند اینا هر کدامشان دیدگاه پیرامون اصلی مطلب یا موضوع اخلاق داره میخواستم پرسان کنم که از دو تا مکتب یکش معلوم میشه که غایتگرایان یک تمایل به بحث نسبیت اخلاق دارند درست است این اخلاق باید یک بحث است در مفاهیم اخلاقی که آیا اخلاق نسبی باشه یا مطلق باشه نسبیت اخلاق به این معناسته که یک ارزش اخلاقی مثلا شما پیشتر گفتین وفا به عهد تعهد یا دروغ گفتن راست گفتن ممکن است که در یک جای اخلاقی باشد در یک جای دیگه غیر اخلاقی باشد درست است مثلا یک منتق... با زمان و مکان فرق میکنه انسانها ها فرق میکنه آیا منظورم است که بعضی چیزها است که ذاتا باز چیز هستن اونا اونا نمیشه که نسبیت اخلاق در اون مطرح ذاتا و به صورت مطلق خودش ارزش داره مثلا وفا به حدا گفتین مثل عدالت عدالت بی یک چیزی خوب است در همه اعصار قرون و در همه زمان انسان میپسنده ایره آیا بحث نسبیت اخلاق که برخی از مکاتب اخلاقی میگن به نظرتان مبنای علمی و مبنای فلسفی میتونه داشته باشه؟ بله با احمدی بحث نسبیت اخلاق خودش خوده بحث فرا اخلاق یکی از امو بله. مباحثی که مطرح است در اون نسبیت اخلاق هست مه. و پیشترم که شما گفتین بعضی از فضائل و بعضی رضایل اخلاقی گاهی میتونن تحت شرایطی میتونن که یک فضیلت اخلاقی را اگر زیر پا هم کنی فضیلت به اصطلاح یک رد به کار غیر اخلاقی انجام نداده باشه من نمونه مثلا شما فرض به بگیرین که یک آدم دیوانه یا یک جانی <applause> و یا هم یک حکومتی باشه که مثلا حکومت های خودکامه که وجود داشت در جهان <applause> یک آدم بیگناه به تو پناه آورده باشه در پیش تو در اتاق تو در خانه تو بعدش از اونا کسی بیا و از تو پرسان کنه که و تو هم به بیگناهی از او کاملا یقین داشته باشی بیای از شما در دروازه شما را تک تک بزنه و بپرسه که آیا فلان آدم در پیش, شما, پیش شما پنهان هست یا نیست اینجاست که شما با یک ظاهر هم با یک موضوع فلسفی که در این بحث مطرح شد این حال روبرو میشن آه. یا راست میگن نفر برا... بله نفر در اینجا مثلا... هست پیش ما و با این راست گفتن تو جانی جان یک آدم هست. در خطر هست و باعث قتل یزی میشه آدم هم آدم بیگناه درست و اگر دروغ بگوی بازی مسئله مطلقیت اخلاق چی میشه؟ اخلاق که مطرح شده چی میشه؟ و یکی از ایراد است که بر مکتب وظیفه گراها ها گرفته میشه, گرفته میشه. <تصفح> و در این مسئله حق به هم هستن <تصفح> چون امی مکتب وظیفه گراها بسیار سخت گیرانه در این مورد بحث کردن درست است که بحث های بسیار خوب و عالی و رهگش ها داشتن و تهدابی علم اخلاق را گذاشتن فلسفه اخلاق را اما ایرادهای به اینا وارد هست یکی از ایرادها همیست با. که مثلا در همچو مسائل چی کنیم عزیز یک میان برنامه کتا دوباره برمگرد سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز در ادامه بحث و برنامه در خدمت جناب بصیر سیب هستین که در مورد نسبیت اخلاق میگفته بعدش اینجاست که یک ایراد خوب بود یک ایراد دوم اینجاست که خب اگر دو فضیلت اخلاقی ناگذیر باشیم در میان گزینش دو فضیلت اخلاقی کدام یکی را ترجیح کدام یکی را ترجیب بدون شک یکیش خوب باید کنار گذاشته شود در این صورت است که باز هم نسبیت مسئله نسبیت مطرح میشه هم. و همچنان بعضی موارد هست که در تا یک حد محلی هم هستن مثلاً؟ و او قابل قبول هست مثلا بعضی موضوعاتی هست که به اصطلاح ضررش به کسی نمیرسه آها. اما در یک جامعه به عنوان یک فضیلت یا بر عنوان یک ارزش خوب بچ میبینن درست. اما در یک جامعه دیگه نمیبینن و اون مشکل هم نداره آه. و در اون نسبیات نسبیت مطلبش نسبیت که دلایل توجیه میشه مثلا در فقه اسلامی یا در شریعت اسلامی برخی از موارد استثنایی را چنین چیزی را داره مثلا در فقه یا شریعت اسلامی هست که به خاطر سال کردن بین دو جماعت دو گروه دو انسان بانه، بانه. که از خونریزی بیشتر جلوگیری شود جواز داده شده که یک نفر برای دروغ بگه که والا او نفر بسیار تو را توصیف تا میکنه ده از فضایل ارزش هایی تو میگه در حالی که عکسی از, از نفر ممکن است که چیزهای خلاف دیگری بر ضد ازی گفته باشه و همچنان این بحث هم فقه های معاصر هم آمردن مثلا مثل یوسف قرضاوی به نام دروغ صفیت یاد کردن مصلحت آمیز مسلحت آمیز یا مسئله مشهور هم داریم که دروغ مسلحت آمیز به زی راست, راست, راست فتن انگیز دقیقا. اینو هم در حقیقت میخوان که بعضی از برخی از موارد هم توجه شود دقیقا. 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 و بعض در آموزه های اخلاقی اسلام بیشتر امی هر دو مکتب را هر دو مکتبی فلسفی اخلاقی را اگر خوب این مکتب ها تأسیس تاسیس شده بلی بلی بلی. اما آموزه‌های های اخلاقی که در اسلام مطرح شده هر دو مکتب را شامل میشه گای نظر و این بسیار دقیق هم است و این یکی از انتقاد های که برای مکاتب اخلاقی شده همیست است مثلا یک مکتب اخلاقی جوابگوی کامل نیست برای یک زندگی اخلاقی و اخلاقی زیستن در یک جامعه جوابگو نیست با او اساس تلفیقی از امو آمیزه های بسیار خوبی از این مک... آموزه های مکاتب میشه یک زندگی اخلاقی را جور بکنیم و همین دقیقا است که در اسلام هست گایی دا هست مثلا در بعضی موارد که قسمه که شما اشاره کردین غایت گرانا هست و دنبال نتیجه هست مثلا اگر راست... در این موضوع که اگر یک راستی که باعث شود که جان یک آدم یک آدمی بیگناه از خطر, در... از خطر بره در وجود دیگر دروغ بهتر است که همه. تا جان از مقدمتر است بحث نسبیت اخلاق بسیار خوب تفسیر تشریح شد به نظرم کافی است اگر بر ما بگو که مکاتب اخلاقی کداما هستند و امو و مهم هایشان نام بگیری که چی مکاتب اخلاقی را ما داریم در فلسفه اخلاق خب. مکاتب اخلاقی خیلی زیاد هست اما عمده ام ترین شمی مکتب که جمعشون کنید در مکتب غایت ها و نتیجه گراه ها و وظیفه گراه ها که بعدش مکاتب دیگه هم هست مثلا مکاتب رواقیون بود فایده گراه ها هست که اونم به شکلی از اشکال در این دو مکتب جای میشن که مثلا اما میگفتن که عمل اخلاقی مس فایده گراه ها که بیشترین لذات یا خیر و سعادت به جامعه بیاره و که و درد و علم و رنج و شوربختی را به حد اکثر برسانند یکی از مولا بلباب فایده گراه ها هی بود که و همچنان مکاتب جدیدی هم هست که بعد از مکتب کانتیان مطرح شده بیشتر تلفیقی است یا به اصطلاح اونا را اگر مکتبی جدیدم هم نگویم اصلاح شده نسخه های دو مکتب هستند بسیار خوب است بر ما از مایاره های فعل اخلاقی بر ما بگو که در این اخلاقی را که شما یاد کرده یا امو دیدگاه ها و نظریه های اخلاقی مایاره برای از که بدانیم که یک فعل یا عمل اخلاقی است و یک عمل غیر اخلاقی است اینمی مایارها ها از کجا منشه میگیره از کجا مبدع میگیره و از کجا آغاز میشه ولی دقیقا تا حدی حد به نظرم به این بحث پرداختیم در لابلای بیشتر حرفایی که گفتیم هم اما به صورت مختصر و فشرده اگر جایش تکرار هم شد تکرار احسن باشه تکراری احسن یک مکتب غایتگراه ها و نتیجه گراه ها میگن که میار ما به افعال و فعل اخلاقی است که نتیجه آثار و پیامد اخلاقی داشته باشه و این هم باز چندین بخش میشه که یک بخشش مثال فایده گراه هاست او اون میگه که بیشترین لذت داشته باشه با با بخش یک بخشش میگه که بیشترین سعادت, سعادت جمعی را داشته باشه به با یک جامعه باز یک جمعه شد تا هست که میگه که از بخشی به اصلاح اینا جنبه منفیش را میبینند و میگن که یک عمل زمان اخلاقی است که حد اکثر حد رنج و علم و درد و شوربختی را در یک جامعه به حد اقل برساند و به همین ترتیب در مکتب وظیفه‌گراها معیار چند معیار مشخص کردن یک معیار است که باید را اگر تعمیم بتیم با هیچ تناقضی در وجود نداشته باشه و یک نظم جامعه از هم نباشه از یک سو و همچنان انگیزه فردی و انگیزه فائلی فعل را باید به با او توجه داشته توجه باشیم بله. نیت و... نفر را باید نیت بخانیم بله. بسیر سه منظور از بحث اخلاق یا فلسفه اخلاق در کلش یا شکلگیری مکاتب اخلاقی هم در کل اینمیست که جامعه انسانی باید اخلاق گونه زندگی کنه اخلاق مدار زندگی کنه و زندگی انسانها برآمده از امو ارزش های اخلاقی و مفاهیم اخلاقی باشه یعنی اخلاق زیستن انسان ها باید تمثیل شود <applause> هدف از امی مکاتب دیدگاه ها نظریه ها همیست اخلاق زیستن یا اخلاق مدار بودن چی معنا و مفهومی میتونه داشته باشد؟ بسیار عالی گپی خوب و اصلی و جان گپ همیست تمام این مکاتب و اخلاقی که آمدن حتی تمام ادیان فلاسفه همه و همه در راستای تربیت اخلاق یکی از هدف بسیار بزرگشان تربیت اخلاقی فرد و جامعه بودن و دین اسلام هم بسیار به این موضوع توجه خاص داشته قسمی که شما در اول حدیث را رو روایت کردین پیامبری پیامبر صلی الله علیه و سلم می که من مبعوث شدم و فرستاده شدم تا مکارم و فضیلت اخلاقی را به اتمام و به مدرجه اعلا برسانم یکی از امو امو عالی ترین پیامی پیام برای ما و شما همین هست, هست. صلی الله علیه و سلام خب جامعه اخلاقی و اخلاق یک کدام جامعه است و اخلاق زیستن مفهومش چی است اگر چی مورد زیاد گفته شده جامعه است که در او فضیلت ها به با اوج باشه رزیلت ها کمتر باشه جامعه است که در او مردم هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی خوشبخت باشن با سعادت باشن و هم در رفاه باشن عدالت در وجود تامین باشه یک جامعه اخلاقی و مسائلی از این دست اما ظلم نباشه ظلم نباشه تعدی نباشه, نباشه. نباشه. فضیلت های اخلاقی همه و همش از راستگویی و راستکاری و دروغ نگفتن و تقلب نکردن و ستم نکردن و همه و همه باید در او تامین باشه یا حداقل به سطح عالیش وجود داشته باشه <متحدث> یا, با یا در تناسب با, با رسیدن به آرمان شهر یا مدینه فاضله دقیقا هرچند که در مقام عمل و در ساحت کار کردیش مشکل است به او یک جامعه برسیم ما حداقل تفاضل بین سعادت و خوشبختی <متحدث> و بدبختی و شروبختی در یک جامعه بیشتر باشه یعنی تناسبی از یا یک تناسبی بسیار مساویانه نباشه درست است بسیار خوب بسیار سیب ایرم برمان بگو که درست است که اخلاق زیستان یا اخلاق مدار بودن در یک جامعه این است که سعادت خوشبختی ها نصیب انسان ها شود و این سعادت و خوشبختی ها نصیب انسان شدن و ای که در جامعه هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشه مثلا ف... فکر کنیم که در جامعه اصلا فعلا کاری کنیم که اصلا دروغ وجود نداشته باشه همگی راستگو باشه همگی انسانه آیا فکر کنین که یک یک بحث انتزاعی و مجرد ذهنی است ولی میبینیم که در واقع و در عمل و در تطبیق مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی می‌بینیم که جامعه انسان‌ها مثلا جنگ است خشونت است آدم کشی است دروغ گویی است غدر است خیانت است ظلم است همه ریاست. از اینا مشهود و محسوس است بسیار دقیق است اصلا چنین چیزی ممکن نیست در عالم امکان ام. یک جامعه ای که دو فضیلت ها باشه و رزیلت ها نباشه چنین چیزی ممکن نیست اما طلایی مبانی تئوریک. خوبی و فایدهش چیست یا تیوری پردازی و نظریه پردازی در این ساحه نه تنها در این ساحه در تمام ساحه حالا مثلا ما در بخش حقوق و فق ما یک جامعه بدون مجرم نداریم اما ضرورت است که باید از لازی حقوقی و فقی مبانی تیوری کش ریخته شده باشد و در فلسفه اخلاق هم ضرورت هست که به مسائل اخلاقی پرداخته شود و هر این جامعه یا هیچ عملی در یک خلای تیوریک انجام نمیشه حتی درست. هیچ عمل سیاسی، هیچ عمل حقوقی، هیچ عمل اخلاقی باید قبل از قبلش یک, نظریه یک معرفت شناسی یا یک نظریه مم. یا یک آرای و نظریه در دا وجود داشته باشه تا او آیسته آیسته بتانه که بر یک تعداد مقبول واقع شود و, و بر اساسی از او عمل بکنن مم. حالا بحث اخلاق هم مثل دیگر علوم همی هست و او چیز در عالم امکان واقع شدنی باشد. نیست مم. چون انسان مم. مم. انسان یک موجود است که همزمان صفات خوب و بد یا حالت ها یا ده ها عامل دیگه هست که گاهی پاش ناخ... ناخواسته حتی به یک رزیلت اخلاقی میکشند گاهی سهوان مثلا یا از روی غفلت بوده که مرتکب یک رزیلت اخلاقی میشه انسان که گفتی بسیار سب یعنی انسان ساخته شده هم از رزایل اخلاقی سم هم, هم فضایل, از اخلاقی, که انسان کنترل میکنه رز... رض... اخلاقی را به حدی اقل میرسانه به فضایل میرسه این باز بسی جدا دیگه است اگر موافق باشی که بازم قاری سب یک اک... منصور سب یک ترانه دیگه بر ما بخانه که باز شبه. هم یک مقدار روان ما شاد شود در این لحظات بسیار خوبی از معنوي روزه او رمضان امستیم منصور صاحب خدمت تاسیم از اذات صوفی سره مشقالیاس که سایه خداو بیا ده بود الله جل جلاله مې کومه بۆ زونو ها را خدا نزات مده بله همي غزل مبارک همي کلمات <تصحنت> باند <بالمقنية> مکن بسر <آرزاد>. صاحب <تصحنت> میخوایی اگر نام و نشان یاد خدا کن علا یاد خدا کن با قدر شوی در دو جهان یاد خدا کن یاد خدا کن در روز و شمش که غافل ننشینیم یعنی که هو ایدان آن یاد خدا کن در نیستی اتساس بستی نشویم است گر پیری و گر باشی جوان یاد خدا کن با قصه و افسانه با قصه و افسانه بیهوده نپیچی در کامی تو تا از زبان یاد خدا کن از سعی و تلاشی تو نشون نشود ریز کم و بیش بسیار مده و در پینان یاد خدا کن بر ناپسری خصلت پیغمبری دریافت پندم شنوی روح و روان یاد خدا کن آمیزش مردم نده از سود برایت بزار شو از خرز و کلان یاد خدا کن مجبوری که سازی تو به این عالم کسرت کجدار مریضان به چلان یاد خدا کن زای کن ای عشقری اوقات عزیزت در پیش من افسان مخان یاد خدا کن ای بدر مندگی پنای عمم کرامی تو صدر خواهی عماما، ما ما بندگانی پرگونایی، تو کریمی و پادشاهی قدر ای آب رحمتی تو بساز، شستنی نامی سیایی <سسس> عماما، با تو فایل نبی قبولم کن. ای خدای من و خدای همه دنیا فانی ندارد بنیاد دم بدم بر گل رخساری محمد سلام هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام و و سلام منصور سب مناجات یا شعری از غزلی از مرحوم اشقری خواندی، مرحوم اشقری خوب درست است که یکی از عارفان یکی از شاعران بسیار بلند آوازه وطن ما و معاصر افغانستان است از مرحوم اشقری غیر از امو دیوان شاعرش دیگر چیزی اثری باقی مانده دا وجود داره هست یا یکی چطور تنها فقط شاعر بود یا کتابی چیزی دیگه نداره نصر غیر مشهر؟ از شعر از استادا بزرگایی که در اول هستند در شربازار بازار اونها از تشخیص اینجا زیست نکردن ها دگر واسه با جان میگن که اونها با از صاحب بسیار دیدوادی داشتن جوان بودن قسم میگن که اشقری صاحب دکان صافی داشتن خواه. باز بسار و سازا بله صحافی کتاب هاوی ها رو پشت میکردن با مردم در اجتماع بودن و پیشهشان همین شعر شاعری بودن قاری سب جان و دیگه بزرگاه قاری عبدالله ملک شعرا بله سب ملک شعرا کدو بزرگاه می روابط شعری داشتن شبه ها میشیشتن دیگه فن شیری خدا الله جل مجید برش داده بود در بین مردم واقعا شاعری بسیار ممتاز بر برجسته معاصر ما است قاری باز هم در پایان بحث و برنامه باز به خودت بر میگردیم بسیر بر ما از این بحث چیز بیشتر صحبت کردیم که ما یاره ها و ارزش های اخلاقی چی هست مکاتیب چه هست اینا را صحبت کردیم خوب پیشتر هم در بحث اخلاقی زیستن گفتیم که باید انسان ها و جامعه باید اخلاق مدار زندگی کنه حالا در عالم واقعیتش در عالم امو عینیتش به مثلا دور نریم به مکاتب و به ارزش های دیگر یا به انسان های دیگر به همین جامعه خودمان یک نگاهی به ببینیم که آیا همین جامعه ما افغانستان کابل دیگر جاها همین انسان هایی که در همین مرز بوم و در همین خطه زندگی میکنیم امی اخلاق ما و ارزش های ما و روش های اخلاقی ما چگونه دیده نظر و دیدگاهتون در زمینه چیست که ما چگونه مردمی هستیم چگونه اخلاقونه زندگی میکنیم نمیکنیم چطور خب بسیار خب البته مخاطب پیش از که دیگرا باشه خودم هستم دیگه چون بله بله. یک روز بیان میجوام همه ناس. ما شما همه, همه ما شما که بله الان بله. برداشتی دیگر خمینش البته احمدی بله. خب متاسفانه بسیار واضحی را بگویم که متاسفانه از لحاظ اخلاقی و سطح اخلاقی جامعه ما شما در یک وضعیت خوب قرار نداره بسیاری از فضیلت ها و آموزه های اخلاقی که دین مبین اسلام گفتم متاسفانه در جامعه ما و شما و در بین مردم ما شما را کمتر راحت میشه ما شما در یک به بیرون برآمدن و با پنج شش نفر بی ششتن و با یک شکل یک ذره از داخل شهر که بگذاریم شاهد دهان ها نو مسائل خواهیم بود که فضیلت های اخلاقی در وجه قربانی میشه مردم مثلا همین ماه مبارک رمضان هست امسال شما ببینین قیمت گران فروشی بله، تنها همیشه اگه اشاره کنیم گران فروشی مثلا این کجای از این اخلاقی است یک عمل کاملا ضد اخلاقی از مردم سوء استفاده کردن از ناداری مردم از یک سو از تقاضای بیشتری مردم, و از مردم. مجبوریتشان استفاده کردن یک عمل غیر اخلاقی است همچنان دروغ گفتن درو گفتن در جامعه ما شما متاسفانه که به حد کمالش وجود داره متاسفانه غیبت کردن غیبت کردن, خیبت کردن در حالی که از بسیار جرایم فقهی که برای از او مجازات این شده در فقه اسلامی به مراتب بسیار نکوهش و نکوهیده شده اما غیبت کردن این اصلا آدیس. به حدی حد در جامعه ما و شما قباحت زدایی شده که طرف اصلا متوجه نیست که اگر عمل غیر اخلاقی را انجام میده و این باز شاید ده ها فضیلت اخلاقی دیگر هم ما و شما ببینیم که بسیار دست کمش میگن مثلا می وفا به عهد امی راستگویی یا ستم نکردن به شکلش به شکلی که فرد در مقابل فرد یا نهادهایی که آدم او را تعمیمش بخشه تا بالا چقدر وجود داره همه و همه بیانگری عزیز که متاسفانه اخلاق در جامعه ما به شکل بسیار حولناکش افت کرده است بسیر در حالی که پیشتر خودت از اسلام یاد کردی قاری صاحب هم پیشتر در مترانه اولشان یک کلمه به کار برده شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و وسلم پیامبر ماست و ما ره روش هستیم و قرآن کریم هم گفته که این نکه علا خلق نزیم <applause> پیامبر همی رسالش به خاطر تکمیل ارزش ها و مکارم اخلاقی است پس در این سطحی که شما پیشتر گفتین و خودمانم روزانه هرکس ده خانه، ده مکتب، در اداره، ده بازار، ده کوچه، ده هر جای چنین چیزایی را ما شما شاهیدش هستیم و میبینیم حتی از خود ما شروع دخیر. به نظرتان هر پدیده درست است ایلال عوامل خاص خودش می میتاند داشته باشه ایلال و عوامل این سقوط اخلاقی به نظر شما در کجا است؟ چرا چنین شده این ما؟ بله خب این میتونه دلایل بسیار زیاد داشته باشن <applause> که به با موارد اشاره میکنیم به برازنده ترینش <applause> یکی چیز که متاسفانه و مسئله اخلاق بنا بر دلایل سیاسی که بوده از گذشته ها تا حال در بخش معارف و تمدن اسلامی کمتر پرداخته شده <applause> هم در عرصه تئوریک و هم در عرصه عمل و نظر به این کمتر پرداخته شده و بدون شک بیشترم هم کمی بحث کردیم که هیچ عملی خوب یا زشت سیاسی مم. یا غیر سیاسی اجتماعی اخلاقی حقوقی یا هر چی دیگر در خلای تئوریکش به وقوع نمی پیونده مم. یک دلیلش این است که اینی مفاهیم اخلاقی کمتر به اینا پرداخته شده از یک سو و از سوی دیگر همو کمتر پرداخته شده هم درست تبیین نشده و بیان نشده به مردم مم. مم. مثلا پیشتر بحث کردیم که یک نفر غیبت میکنه اما نمیفهمه که این کارش چقدر غیر اخلاقی است چقدر این پیامد منفی داره چقدر آثار و تبعاتی از این منفی است جدا از اینکه در دین نکوهیده شده به می جنبه های پیامد های بسیار می قابلی دیدی از این متوجه نیست که توی یک آدم بیشین آبروش، عزتش، حیثیتش و قارش موقف اجتماعیش در یک بی ما با این بدون کی اندکترین احساسی عذاب وجدان بکنه و بدون اندکترین احساس شرم و در جمع میشه او را همه را به با باد بگیره هیچ, هیچ اصلا اگر برشم که بگوی کار رو زشت است اصلا او نمیپذیره پذیره که است درست بسیر سیب پرسش دیگر را مطرح کنم امیجا که ما مسلمان ها در کل مخصوصا ما مردم افغانستان هم عادت بایی کردیم که برف خود به بام دیگران مندازیم امی رضایل که اینجا انجام میشه مثلا دروغگوی غیبت تهمت نمیدانم ظلم برخی دیگر رضایل اخلاقی را میگیم که در غرب چنین چیزی وجود داره و غربی ها مثلا فساد اخلاقی به اوج خودش رسیده وجود داره و این پیامدا از اونجا است و این ها از اونجا آمده همین مثلا موضوع چ... چ... چگونه است ما چرا همیشه عادت کردیم که به قول معروف هم برف خود در بام دیگر بندازیم اعمال زشت خود را کنیم که دیگری همچنین اعمال را انجام میتن این هم برازرتان اخلاقی هست این بس؟ کاملا مشهود است که این یک بس اخلاقی نیست که یا یک بحث بس بسیار واقعی نیست و در این حال بسیار یا بگویمش زیبان است که همیشه ما بگویم که مشکلات خود را به گردن دیگر بندازیم و اما خلاهای موجود در جامعه ما و شما را با او پر بسازیم درست مثلا اگر بحثی مسائل اخلاقی که مطرح میشه باید مشخص شود در یک جامعه سعادت و خیر و برکت و عزت و از لحاظ دانش به حد کمال برسه تا بگویم که در او جامعه اخلاق وجود داره درست. اگر در صدر اسلام در زمان که وجود داشته دقیقا وجود داشته و او مصداق عینیش هم اونمو خلافت اسلامی بسیر سب دوستا اشاره میکنن که وقت ما داره به پایان میرسه صرف دو دقیقه دیگه فرصت داریم ده. امید دقیقه را یک چند ثانیه در خدمت شما باشیم که در یک جمله بسیار کوتاه بر ما بگو که رای برون رفت از این مازل مشکل در چی است که قاری یک درست بسیار کوتاه اگر اشاره کنم رای برون رفت یکیش است که باید اینمی مباحثی بسیار عمیق اخلاقی و فلسفه اخلاق قلم زده شود به محیط اکادمیک ما بیاید و همچنان بعضی از امو اخلاقی به حساب جنسی محوری که در جامعه ما شما حاکم است و تنها مسائل اخلاقی را به او و می دانند از او بگذریم و ببینیم که با ما اندازه که زنا بعد است با ما اندازه که شراب نوشی و میگساری بعد است با ما اندازه دروگویی حتی بیشترش ظلم, ظلم، ستم، بادست. قتل مم. اینا به او زشتر است تا و مسائل دیگری است که با عملی سازی خو. از اومد تانیم یک جمعی اخلاق داشته باشه های ارزشمند شما قارس به یک نیم دقیقه دیگر داریم که دلت برمان کدام دعایه میخوانی بازم ترانه و ند میخوانی در اختیارت میمان و مشمال برام رمضان مبارکه یک خدا فیزی یعنی شمیه کنیم بسیار خوب خدا هم کنه در روز قیمت از ما رمضان خوش باشه و از ما خفه باشه از تمام مسلمان ها الف دل ای مای غفران الف دل ای نور قرآن الودا آمدی با سر سرور از نزد عق می روی با چشم گریان الودا زنگ دل آرام و صفا کرده ای جرم رو جرم و الودا آی بر سری صفر هزاران خرز و نوش چون حیاران بر میمان الودا ختم قرآن و ترامی و فیض توست شد رضا مندی سبحان الودا صد هزاران جرم ما را دیده ای تو نکردی با الوداع الودا الودا مای ما قرآن الودا نیز ما را زود تقوای داریم تا می آوریم به الودا می روی در روزه پاک رسول عرض ما را کن به ایشان الودا روز شبن در فراق یا نبی سینا گردیده بریان الودا کاخ آسایش کجا و ما کجا خانه گردیده و ایران الودا ملت افغان پریشان گشته است هاي تبيبي جمله حرمون البدو ، هر تر فاتشاشمي اسد بنجري كودا كونغاشا غادو يون البدو نيستا لي زندگي زندقي فوخير عرفان عرفون البدو رغبتي مسكين تو شي ليك دور تشاشمي غيون البدو هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام و السلام بسیار زیاد تشکر میکنم قارس منصور از ترانه های بسیار شیرین زیبا ایتان و همچنان بسیر سب بزرگوار از بحث های بسیار عالی و ارزشمند شما سپاس گذارتان هستم خب بینندگان عزیز این بود داشته های برنامه افتار در همین جا به پایان رسید تا بحثی دیگر و برنامه دیگر که مجددا در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم همه شما را به الله یکتا و توانا مسپارم خداحافظ و